درود بر شما. با 180 ثانیه جمعه 8 فروردین ماه ما رو همراهی کنید. سخنگوی وزارت بهداشت ایران از شناسایی 2926 مورد جدید مبتلا به کرونا ویروس در این کشور خبر داد و گفت از ظهر دیروز تا ظهر امروز 144 نفر از بیماران جان خود را از دست داده و در مجموع تعداد بیماران مبتلا شده به کووید 19 در کشور به 32332 نفر افزایش یافته. بنابر آمار غیر رسمی تعداد جانباختگان 4700 نفر عنوان می شود. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا روز جمعه اعلام کرد به ویروس کرونا مبتلا شده. وی با انتشار توییتی گفت طی 24 ساعت گذشته علائم خفیفی از ابتلا به بیماری کرونا از جمله تب و سرفه داشته و آزمایش داده است. به گفته وی نتایج آزمایشات مثبت بوده و در نتیجه خود را قرنطینه کرده. آقای جانسون میگوید از منزل کار اداری کشور را دنبال خواهد کرد. امیر حاتمی وزیر دفاع ایران وعده داد که در سال 99 در زمینه تحرک پذیری موشک‌های کروز یعنی شلیک در حال حرکت یک کار خیلی خوب و بسیار مهم انجام می شود. او جزئیات بیشتری درباره این اقدام ارائه نداده ولی گفته امسال کروز هواپایه را هم خواهیم داشت. سران کشورهای عضو گروه 20 وعده دادند برای مقابله با زیانهای ناشی از شیوع ویروس کرونا بیش از 5 تریلیون دلار به اقتصاد جهانی تزریق خواهند کرد. این نشست به صورت مجازی و ویدیو کنفرانس برگزار شد. یک مؤسسه خیریه در بریتانیا قرار است با همکاری با دانشمندان امکان استفاده از حس بویایی سگ‌ها برای تشخیص کووید 19 را بررسی کند. قبلا از سگ‌ها برای شناسایی مالاریا نیز استفاده شده بود. علیرضا رحیمی عضو هیئت رئیسه مجلس ایران اعلام کرد صندوق بین المللی پول با بخش قابل توجهی از درخواست 5 میلیارد دلاری ایران برای مقابله با بحران کرونا موافقت کرده، اما وی توضیح نداد که با چه میزان از این وام موافقت شده است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه پس از مکالمه تلفنی با همتای آمریکایی خود در توییتی با تاکید بر اینکه گفتگوی بسیار مفیدی با دونالد ترامپ داشته افزود ما در روزهای آینده ابتکار عمل تازه و بسیار مهمی در مواجهه با بحران کووید 19 را با سایر کشورها تدوین خواهیم کرد.